سفری که پاکستان بود که به پاکستان رفتم در چه سالی بود؟ در سال 1335، یعنی در واقع 36 سال قبل. تازه پاکستان مستقل شده بود و جناح در استقلال پاکستان خیلی فعالیت کرد و فوق العاده هم در پاکستان مورد احترام بود و الان هم مورد احترام است. سفیر ایران اول دولتی بود که پاکستان رو به رسمیت شناخت و اونجا هم یه سفیری فرستاد پاکستان به ایران به نام قزنفر علی خان، و اینم مرد باهوش و لایقی بود و آمد یه خورده اطلاع گرفت و بعد مرا شناخت و یه دعوتی کرد به یه مناسبت در سفارتخانه از چند نفر از علما، از منم وعده گرفت و بعدم محرم نزدیک شد، مذاکره کرد با من که شما موافقت کنید. لیاقت علی خان نخست وزیر پاکستان بود، موافقت کنید به مناسبت ایام محرم و سفر، چون خودشم شیعه بود، هر کس اسمش علی بود یعنی شیعه، شما یه مسافرتی به پاکستان بکنید، برای مردم منبری برید. چون رادیو هم برای من پخش میکرد، میگو مردم پاکستان سابقه دارن، شنیدن، میدونن. خوب من گفتم من ایام عاشورا باید تهران باشم، ولی بعد از عاشورا قرار بذاریم مانعی نداره. به آخر هنوز محرم نیامده بود، قرار شد که ما تا شب 12 که مجالس عاشورا هست در تهران بمانیم و روز 12 پرواز کنیم. همین کار کردیم. من شب آخر منبر در رادیو گفتم دعوتی از پاکستان شده و من فردا انشاءالله با طیاره برای پاکستان میرم. طیاره در اون وقت 2 موتوره بود، از طیاره 4 موتوره در ایران نبود و ملخی بود. یه طیارهی که از تهران میخواست حرکت کنه، این باید اول بره اصفهان بنشینه، مسافراش پیاده کنه، مسافر سوار کن، بعد بره یزد بنشینه، بعد بره کرمان بنشینه، بعد بره زاهدان، شب رو زاهدان بمانه، بعد بره. اگر میخواست برگرده تهران بر میگرده، اگر هم میخواست به کراچی بره میرم به کراچی. من خبر نداشتم، من در رادیو گفته بودم. بعد ما طیاره رو سوار شدیم و آمدیم اصفهان، این جمعیت زیادیه، پرسیم چه خبری دن، یا صلوات میفرستن و پیغام دارن که آقا اینا دیشب از رادیو شنیدن آمدن به استقبال شما، شما رو ببین پیاده شد. خلاصه تا مسافرها جا به جا می شدن ما رو پیاده کردن، با علما، مردم، طبقات مختلف مسافره کردیم، پرواز کرد رفت یزد. عدد یزدی ها بیشتر، اونجا باز پیاده شدیم، آمدیم رفتیم کرمان. کرمان فوق‌العاده بود و بعد کرمان گریبان ما رو گرفتن که آقا بعد از این که از پاکستان برگشتید کرمان پیاده شید منبر برید ده شب. گفتم من نمیتونم قول بدم، ولی من میگم وعده میدم به شما که بالاخره همون سال وعده دادیم در دهه آخر سفر. ما آمدیم شب رو وارد زاهدان شدیم، زاهدان هم از رادیو شنیده بود، لذا زاهدان یه حسینیه بزرگی داشت، تمام مردم خبر کردن که ما فردا شب
فلانی که میاد باید بمانه، ازش میخواید منبر بره. مردم زیادی آمده بودند. ما هم در اون شب 13 محرم در حسینیه زاهدان منبر رفتیم و بعد فردا هم پرواز کردیم به کراچی. در کراچی محترمین آمده بودن عده زیادی و خبرنگاران آمده بودند و یه سوالاتی میکردند و یه سوالی خبرنگاری کرد که الان سوالش یادم نیست. در اون شرایط من از اوضاع اون موضوع سوال واقف نبودم. گفتم من نمیدونم. اون خبرنگار پرسید مگر شما دین رو از سیاست جدا میدونید؟ گفتم نه، ما دین رو از سیاست جدا نمیدونیم، اما بنا نیست که هر متدینی به تمام دقایق سیاست وارد باشه. دین از سیاست جدا نیست، ولی بال و پرهای سیاست اینقدر زیاده که متدینین از یک هزارمش ممکنه اطلاع نداشته باشن. من از این باب چون دامنه سیاست وسیعه اطلاع ندارم. برای ما در همون ایام بعد از عاشورا یه مجلسی تشکیل دادن در بمبای بازار، مثل خود تهران دستگاه رادیو رو آوردن اونجا و من 5 شب در اونجا صحبت کردم. مستقیم از رادیو پخش میشد؟ مستقیم پخش میکرد. در تهران هم خیلی ها گرفته بودند. در فرودگاه کراچی از مقامات چه کسی به استقبال شما آمده بود؟ بله، در فرودگاه کراچی چه کسانی به استقبال شما آمده بودن از مقامات مسئول؟ مقامات مسئول منزل من، منزل من رو منزل یکی از وزرای شیعه قرار داده بودن به نام بنده علی. 2 نفر از معاونین خود وزیر که پذیرا کننده بودن آمده بودن، مامورین انتظامی هم بودند، طبقات مختلف هم بودن. من دیگه خیلی نمیپرسیدم که شما کی هستید و چی هستید. به هر حال استقبال مورد تکریم و احترامی بود و ما رفتیم در منزل اون آقای وزیر به نام بنده علی. اون بنده علی یک ساختمانی بود در یک باقی. اصلا آقا کراچی یعنی محیط حیات، در و دیوار گل و برگ و درخت و خیلی عجیب بود. طبقه بالا خانوادش بودن، طبقه پایین رو هم سر تا سر در اختیار ما گذاشت. من از تهران که میخواستم برم فکر کردم شاید غذاهای اونجا با من مناسب نباشه، من کسالت پیدا کنم. مدیر پرچم اسلام آقای دکتر فقیهی شیرازی بود، به او گفتم میل داری با من بیای پاکستان؟ خیلی استقبال کرد. این طبیب و ما به احتیاطاً همراه برده بودیم که اگر عارضه مزاجی پیدا شد او باشه. ولی بعد که ما رفتیم اونجا اصلا در تمام مدت مسافرت دولت یک آشپز ایرانی بسیار لایق برای ما قرار داده بود. چای صبح رو که می آوردن خب نان بود، کره بود، مربا بود، امر عادی بود، گاهی تخم مرغ بود، ولی بلا فاصله آشپز می آمد می گفت نهار چی میل دارید؟ همونو می پخت. شب چی میل دارید؟ همونو درست می کرد. این غذای آشپزی که تهران می پزه، خیلی خیلی خوب و مناسب. و بعد ما بعد از کراچی لاهور رفتیم. لاهور هم 3 شب بودیم. بعد رفتیم به راولپندی، بعد رفتیم به پیشاور، بعد رفتیم به پاراچنار. اینا برنامه های ما بود.
و مردم هم دو طرف جاده تفنگ داشتن، شلیک هوایی میکردن، احترامشون این بود. و بعد دولت به من گفت، مامورین بعد از تمام شدن مسافرت گفتن آه اینایی که با تفنگ می اومدن کنار جاده خیلی مراقبت می شد، ولی توش ممکن بود از این سنی های متعصب هم باشن و خطرناک، و لذا دستور داده بودن اتومبیلا به سرعت برن، آرام نرن که قابل هدفگیری باشه. خیلی دولت از این نظر ناراحت بود، چون ما مهمان دولت بودیم، خیلی گران تمام میشد اگر حادثه ای پیش می آمد. و بعد در خلال این جریان هایی که من در این مسافرت بودم، می گفتن ما سالی یه بار به احترام امیرالمؤمنین یک مجلس می گیریم، و حالا چون شما اینجایید و میل داریم شما صحبت کنید، شاید اونا مجلسشون رو در قدیر می گرفتن یا در رجب شب ولادت علی می گرفتن. اما در یکی از همون شبهای محرم که من بودم، در یک فضای بسیار بزرگ مجلس گرفتن. من مجلس به اون عظمت در زندگیم ندیدم. اولا 12,000 صندلی گذارده بودن به عنوان 12 امام، این فضا خیلی وسیع بود، دور این فضا تیجیر کشیده بودن، پشت تیجیر خانم ها بودن، این صندلی ها هم با فاصله گذاشته بودن، ولی تمام صندلی ها مملو بود، پر بود. اون وقت لای صندلی ها هم روی زمین در فاصله ها نشسته بودن. مجلس عجیب بوده، از خود منظره 12,000 جمعیت رو صندلی نشستن، این یه مطلب خیلی جالبه. تمام گویندگان محترمین اینا آمدن صحبت کردن، از ناحیه دولت هم صحبت کردن، مجلس خیلی مفصل بود و توجه به این بود که من صحبت کنم و من هم مفصل صحبت کردم، و گفتن این مجلس رو امشب جلو انداختیم یا عقب برای اینکه انجام وظیفه کنیم در پذیرایی فلانی. و بعد یه نفر آمد، شاعر پاکستانی، و اینم یه خاطره ایست، من یادم نمیره، یه لباس خیلی ساده داشت، قد کوتاهی داشت، یه کلاه نمدی تخم مرغی داشت، یه لباسی هم شبیه به لباس عمله ها که میخوان سر بنایی کار کنن پوشیده. آقا به محض اینکه این آمد، تمام این 12,000 نفر حرکت کردن، به قدری برای این کف زدن که اصلا برای احدی از اونهای دیگه اینقدر کف نزد. من پرسیدم این کیه که اینقدر براش کف میزنن؟ گفت آقا این یه شاعر شیعه است، اینقدر ذوق داره و قریحه داره که کسی به پای این نمیاد. شعر پاکستانی میگه اردو، ولی خیلی لطیف. البته اردو لغات ایرانی خیلی داره، مثلا برای من عده زیادی قاب و شعر و عکس این می آوردن، اینو می گفتن، ما میگیم تقدیرنامه، اونا فارسی می گفتن سپاسنامه. سپاسنامه خود فارسی، مثلا می گفتن تقدیرنامه او را اهدا می کنیم، تقدیم میکنی. این میومد میگفت ما سپاس نامه خود را پیش میکنیم. پیش میکنیم. این لغت های اینجوری خیلی دارن که حتی ما میتونیم بعضی از لغت های فارسی رو لابلای حرف اردو پیدا کنیم. اما خب مجموع صحبت هاشون رو ما نمیتونستیم بفهمیم، تک تک لغاتشون رو میفهمیدیم. نحوه استقبال مردم از شما چگونه بود؟
استقبال بی نظیر بود، خیلی عجیب بود، مخصوصا اونجاهایی که اعلان میکردن ما منبر میریم سخنرانی، چون علاوه بر اون حسینیه یه سخنرانی های مثلا حزب مسلم لیگ یه مرکز سخنرانی درست کرد، بعضی از تجار یه میدان وسیعی رو مرکز سخنرانی، خیلی زیاد مردم می آمدن، خیلی زیاد. در شهرهایی که رفتید کجا منزل می کردید؟ اینا منزل ما رو دولت معین کرده بود، دولت معین کرده بود. حتی در لاهور عده زیادی از اجال یه روز یه نهاری در لاهور دادن که یک فضای بزرگی بود و شاید یک ساعت و نیم قبل از ظهر مجلس تشکیل بود برای سخنرانی ها. آقا سخنرانی ها می کردن، این آقایون بعضی هاشون به فارسی مسلط بودن، فارسی، بعضی ها که مسلط نبودن برای من ترجمه می کردن، بعد من سخنرانی کردم. من پاشدم تمام سخنرانی های اون پنج نفر رو جمع زدم و در خلال سخنرانیم حرفای اون پنجتا رو تیکه 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 به مناسبت آوردم، بعد تیکه گفته خودم رو هم گفتم، مترجمم قسمت قسمت من پنج دقیقه می گفتم و ترجمه می کرد. آقا وقتی تمام شد اینا برای اینقدر به این میزا زدن فریاد، آخر یکیس بلند شد گفت آ شما در کدام مدرسه درس خونده اید که اینقدر بر سخن مسلطی؟ چون بعضی از اون نوشته میخوندن و ما حرفای خود اونا رو جمع کردیم گفتیم. من بهشون هم همونجا گفتم، گفتم این سخنرانی از مکتب امام حسین آید ما شده است و ما مدیون حضرت حسین علیه السلام. در بعضی عکس ها دیدم که گل هم به گردن شما انداختن، میخواستم این در کجا بوده و در چه مراسمی بوده که؟ در همه جا انداختن، ما عکس گاه شاید بیش از 500 عکس گرفتن. اصلا گل به گردن مهمان محترم انداختن رسم اونجا، در فرودگاه کراچی گل انداختن، در لاهور تا وارد شدیم گل انداختن، همه جا همه جا گل به گردن می انداختن و بعد هم خیلی مراتب و ادب و احترامشون رو ابراز می کردن. چقدر طول کشید این سفرتون؟ بله؟ این سفر چقدر طول کشید؟ من حالا عددشو نمیدونم، ولی به هر حال من گمون میکنم که قبل از پایان محرم یعنی کمتر از 20 روز من برگشتم، چون اول ماه سفر به تهران وعده منبر داده بودم. آیا در تهران هم مورد استقبال دوستان و علما روحانیون بودید؟ در برگشتن در تهران نه، عادی بود، مسافرت عادی بود. نخیر. در کراچی و در دیگر شهرهای پاکستان از علما روحانیون چه کسی رو بخواد به یاد دارید؟ اونجا در اونجا علمایی که البته یک رئیس العلماء بود، او با چند نفر آمده بود، سنی بود، یه نفر بود به نام آقای شریعت، پسر مرحوم شریعت بزرگ، او اونجا آمده بود، ساکن بود، شیعه بود. یه نفر روحانی دیگر بود به نام آقای پویا. در هر حال اون آقایون سنی ها خیلی می آمدن، ولی مصلحت نبود که مجلس بحثی باشه که شکافی ایجاد بشه، اختلافی در سخن باشه، ولی مکرر آمدن در مهمانی ها، حتی دولت دعوت می کرد.